علی برامون توضیح میده که یه جای مناسب برای کمپ کجا هستش. نگاه میکنیم که یه وقت زمین صاف باشه، بعد زیر اندازمون رو پهن میکنیم، گوشه نگاه میکنیم که زیرمون صاف باشه. اگر یه جایی مثل اینجا حفره چیکارش کنیم علی؟ اینو با برگ یا همین خزا و اینا پرش میکنیم که زیرمون صاف باشه، شب اذیت نشه. آخرین مرحله یادتون نره بچه ها، دراز میکشین یه غلط میزنه. امیر حالا برامون توضیح بده که چرا نباید چادر رو زیر درخت بزنیم. خب تو مناطق جنگلی احتمال بارندگی خیلی زیاده. اگر ما بیایم چادرمون رو زیر درخت بذاریم، این برگای درخت به مرور زمان قطرات بارون رو خودش نگه می‌داره. حجمش که زیاد شد به یک بار می‌ریزه رو چادر. هم سر صدا ایجاد می‌کنه، هم احتمال نفوذ آب تو چادر خیلی بیشتر میشه. بهتره که ما زیر اینجور فضای رو چادرمون نذاریم. اینم یه مدل سپایه است که بدون تماس یا هر چیزی به صورت مثلثی با اهرام نگهدارنده میزد، یعنی سه پای کنار هم قرار میگیره بدون اینکه تمامچه چیزی بیاد اینو به هم وصل کنه. اگه دقت کرده باشید مشخصه. فقط باید در لبه یکی از اینها یه شکاف ایجاد کنید که بتونید کتری رو از بالا بیارید اینجا بذارید و سه پای نگهدارنده است. هر موقع حرارت زیاد باشه میتونید سه پای رو جلو عقب کنید و یا آتیش زیر رو هدایت کنید به سمت زیر کتری. زمانی که کامل شد شما فقط کافیه این چوبه انتهای یعنی چوب سوم رو بگیریم و بلند کنیم، کتری باهاتون میاد کاملا کنار بدون اینکه هیچ آسیبی ببینه و دردسری داشته باشه برای شما. الان من سپایه اینو میگیرم و کتری رو بلند میکنم. خیلی ساده کتری میاد کنار و حالا میتونم از جوشانده داخلش استفاده کنم. عالیه.